منطقه تحت تهدید حمله ملخ مراکشی با کشتزار تاجیکستان در سال جاری 115 هزار گکتر پیش بینی شده است که در قیاس با یک سال پیش 13 هزار گکتر بیشتر است. وزارت کشاورزی تاجیکستان خبر داده است که حالا در 87 هزار گکتر علاقه حمله ملخ ها صورت گرفته در مدت کوتاه با مواد کیمیاوی بی‌ضرر کردند. با سبب گرم آمدن هوای زمستان اولین ظهور سیلای ملخ ها در سال جاری 10 روز پیشتر از سال گذشته ثبت شده است. ماه اپریل خشک سالی شد، خشک آمد، بارش ها کم شد، علف سوخت در تل و تپا در منطقه هایی که ما امکانیت کارکر کردن ملخ ها با تکنیک و تجهیزات موجود ما نداریم. بعد وقتی که علف سوخت از وقتی تخمونی شد جفت میشه تو وقت تخمونی برای وای انرژی لازم، علفی سبز لازم، برای این پرواز کردن میاد. حالا حمله ملخ بیشتر به کشتزاری ناحیه 5 صورت گرفته است. کارمندان اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ در این جبهه با سیلای ملخ ها دست به گریبانند. از زهر دارو تامین دارو ما تنخیصی نداریم، تامین کرده شدن سر وقت همه منطقه ها متاسفانه خیمه پرواز میکنه میبیاد، لیکن تکنیک و تجهیزات ما آماده است، همه فرمودن و یک کار کرد میکنند و ضرر را پیشگیری میکنند. فعلا مقدار زیان ملخ با کشتزار کشاورزان در تاجیکستان حساب نشده است، اما در منطقه های جنوب کشور در زمین های کشاورزی سیله های ملخ را مشاهده کردند. در بین شکی یک 5-10 فویدش کم کم نماش میخره، این خیلی محصوی نمیخره، اگر محصوی بخره خود نماجه را میخور تمام میکرد. هر سال حمله سیلای ملخ های مراکشی در تاجیکستان به هزاران گکتر زمین کشاورزی، زمین های نزدی حولگی و چراگاه ها صورت می گیرد که در برخی موارد ها زراعت و حاصل زراعت و باغ و تاکزار را نابود می کند. مردم این روز با همون حاصل اساسی که در آمد آینده و زندگی آینده شون بود و همون نیاز کردن و امید آرزو داشتن که دارن که ما با همین در آمد می گیریم. ولی اصلی نقشه در بعضی خودگی ها بعضی فرمیده از باید است. طبقی آموزش دانشمندان بخش کشاورزی یک ملخ در یک روز برابر وزن خود غذا می خورد. اما سیلای ملخ ها در یک کیلومتر مربع در یک روز غذای برابر با 35 هزار آدم را نابود می کند.